بیننده های عزیز، بهترین سلام ها و تمنیات خود و همکار عزیز خود آقای انجینیر شریفی را از شهر هامبورگ با نشر یکی دیگر از برنامه های پنجره اروپا خدمت شما تقدیم می داریم. دوستان عزیز، امشب برنامه موسیقی داریم. قسمی که شما در برنامه های گذشته پنجره اروپا شاهد بودین، یکی از کشورهایی که افغانها خوشبختانه در او بسیار فعال هستند و نبض هنری و فرهنگی در او میتپه، کشور اتریش است که ما در برنامه های گذشته از فعالیت های کانون فرهنگ افغان در اتریش، از مجله زیبای بانو و از محافل بسیار گرم که دایر کردن برنامه هایی داشتیم. ولی امشب در برنامه آوازخان محبوب، خوش آواز، آوازخانی که سر و صداها به اصطلاح ایجاد کرده با آهنگ های شاد خود، آقای عفیز کروانگر با خود داریم. البته با ابتکار نو و جدیدی که انجینر صاحب شریفی این امکانات که ما انشاءالله در آینده از طریق فیسبوک دوستان فیسبوکی خود هم امکانات ویدیویی داریم که روی خط تلویزیون بیاریم. به هر حال مهمان عزیز خود، هنرمند بسیار خوش آواز و خوب، خدا خوش آمدید میگیم به پنجره اروپا. عفیز جان بسیار زیاد خوش آمدین. ستاله ماشه پو خیر آقای. علیان سب زما سلامون هونی که هیل تاسو تا شریفی سب تا او ستاسو لخوا ستاسو ده کلی تلویزیون لبرکت درنو هیوادوالو تا. تشکر، زنده باشین. عفیز جان بسیار آرزو داریم که امشب یک برنامه که طرف توجه شما و بیننده های عزیز باشه با شما داشته باشیم. البته تلاش از این داریم که از صفحه بسیار زیبای اینترنتی شما هم مطالب را که اوجا بسیار جالب است، از تصاویر، عکس ها و بیوگرافی جالبه که در مورد شما نوشته شده هم استفاده کنیم. به هر حال آقای کروانگر، کلیپ های مقبول شما برای ما ارسال شده، ولی ما شما اتو قرار گذاشتیم که در این برنامه بیشتر کلیپ های شما را نشر میکنیم و در لا بلای کلیپ های شما بعض از سوالات بسیار کوچک که ما و یا بیننده های عزیز که داشتن از طریق خط تلفن از شما خواهند پرسید. موافق هستیم؟ موافق هستم. ببینیم که بیننده ما چی میخواین، زیادتر میخواین چیز بشنوان در باره ما یا زیادتر میخواین اگر بسیار مختصر که خوششان به هر قسمی که دلتان بود، ما موافق هستم. تشکر. بیاین یک کار ابتکاری میکنیم. قبل از اینکه از شما بشنویم، از آقای شریفی خواهش میکنم که با وبسایت شما یا با صفحه اینترنتی شما مراجعه کنن و همین خود صفحه حرف میزنه و در مورد شما، کارهای فعال هنری شما، دوستان هنری شما و سفرهای هنری شما. با پیوست از این صفحه آهنگ زیبای از شما را به عنوان نخستین آهنگ برنامه نشر خواهیم کرد.
سپنا نادرازی نه ناو تیار پخ سینگار کی سپنا نادرازی نه سپنا نادرازی نه چه مسافرش نای وکی دیدن نه سپنا نادرازی نه سپنا نادرازی نه ناو لبرکلی راولی نه سپنا نادرازی نه سپنا نادرازی افغانانو خادی کلا کلا ویلا سپنا نادرازینا سپنا نادرازینا ناویل برکلی راولینا سپنا نادرازینا سپنا نادرازینا سپنا نادرازینا دغه خادم مبارک شه سپنا نادرازینا سپنا نادرازینا یواد داده سلویا د نور آشنا سپنا نادرازینا سپنا نادرازینا ناوید برکلی راولینا سپنا نادرازینا. بینزای عزیز، آوازخوان محبوب و خوش آواز حافظ جان کروانگره در پنجره اروپا با خود داریم که شما نخستین آهنگ مقبول و شاد شدیدیم. قبل از اینکه از خود آقای کروانگر در مورد خودشان معلومات بخواهیم، وعده کردیم که به وبسایتشان مراجعه میکنیم، وبسایتشان از دیده و سوالات ازشان مطرح خواهیم کرد. اینجا سب دارین وبسایت کروانگر سه؟ خب آقای کروانگر، صفحات صفحه وبسایت شما نشر میشه، در لابلای نشر از این صفحه شما میتونین یک مقدار در مورد خود، در کجا تولد شدین، کی با هنر روی آوردین، اگر اندکی هم صحبت کنین. خدا کنه که مصاحبه ما تکراری نباشه، مثل خب سوالا اکثرا عین شکل میباشه. به هر صورت خلاصه در باره خودم، من افغانستان تولد شدیم، در افغانستان عزیز و که در قلب مجای داره و سالهای سال ندیده میشه. خیر، به هر صورت من در ولایت لغمان تولد شدیم و پدر من در شهرهای مختلف افغانستان وظیفه اجرا کرده و از برکت وظیفه از او من هم تانستیم که تشان در فرض مثال در شهرهای حلات، هرات و غیره و غیره، کابل و شینوار دیجا کتشان باشم و در اوجا در مکتب رفتیم و از برکت همو وظیفی از او توانستیم که لسان پشتوره و لسان دریشه هر دوره به شکل لسان مادری خود و صحبت کنم و ایم از برکت وظیفی پدرم بود. بسیار خوب، خوشبختی نصیب شده. بسیار عالی، این صحبت ها را ادامه میتیم در لابلای برنامه، اطمان که علاقمندای آواز شما هم نام خدا بسیار فراوان است، زنگ خواد زدن و سوالاتی از شما خواهد داشتن. تصاویر بسیار زیبای شما همی فعلا نشر میشه با هنرمندای عزیز ما، با استاد هرمان، با خانم نغمه، با فرشته سما. این در حقیقت شهر وین یک شهر پر جمع و جوشی بوده که دید و بازدید ها خیلی زیاد بوده. بلی، دی از چند سال قبل است که ما افتخار دیدنشان در نصیب ما شد، از در هالند با هم دیدیم و گفتگوشونید داشتیم و خوش هستم که با ایشان از نزدیک معرفی شدم. بسیار خوب. خب قرار همی گذاشتیم که کمتر از شما میپرسیم، چون کلیپای بسیار مقبول را ارسال داشتین
و بیننده ها و طرفدارای آواز شما سرسختانه طرفدار ازی است که کلیپ ها را ببینن. دومین کلیپ شما را آقای شریفی روی دست دارن که یک جا با بیننده های عزیز میبینیم. فقط پتنگ برخه که ما افتاد چه یو سل پرکه اضافه که مقدر چه ز تقریبا دری سلور کارا هیس نوی کار منه دلو ده یه خپل ده جوان سره مسئول فهم کاربار سره نور دوستان همیشه ویلی چه دا پخوانی سندری زری شی یو چه باید نور نوی شان باید جور کو. نو زمان نوی البوم ده مارچ کو میاشت که پامتاگه کار راوه ته ما پر حاسه کړی ده او دغه دوستانو د عکس العمل هم داسې ښکاري چې د دوستانو هم خوښ شوی چې ما ته د افتخار ځای ده. مننه کور مو ودان بله سندره به واورو. تشکر زنده باشین. کاروانگر صاحب آهنگ شما می لحظه نشر میشه، یک وقفه کوچک ایجاد شد. سلام را لگل کابل یادگی
چنار دیونا اے بابور زتا پس خفده چنار دیونا قسم پو خدا زرا زرا دے چنار دیونا قسم پو خدا زرا زرا دے چنار دیونا لمبی خیشل گوگل یادی گزما سلام را لگل کابل یادی گزما یاد پغمان ده چمن گل یادی گزما سلام را لگل کابل یادی گزما سلام را لگل خب بیننده های عزیز، حافظ جان کروانگر از کشور اتریش، از شهر وین با خود داریم در پنجره اروپا. آهنگای مقبولش شما دیدین. آقای کروانگر، شما آزادانه میتونین به هر زبانی که پشتو یا دری جواب مرا بتین. میخوایم یک مقدار از شما بشنوم که در قسمت موسیقی دوستای هنری شما کی هستن، کیا با شما همکاری میکنن، کدام اشعار انتخاب میکنین؟ یک صحبت کوتاهی اگه کنین. یک عالم تشکر، ممنون. ما به شکل کوتاه باز هم میخوایم از دوستایی که مرا دیرا سخت همکاری کردن صمیمانه سپاسگزاری کنم. یکی از اونا محترم سنگروال صاحب هستن که با اشعار مقبول و زیبایشان حتی کمپوز کرده برای ما روانش کردن. از اون گذشته یکی از شاعرای بسیار خوب ما که در آلمان زندگی میکنه سمیع الدین افغانی نام داره. بله. و یکی از دیگه از دوستای ما که هم در اروپا زندگی میکنه، بعضش خواندنای خود با شعرای زلور هم خواندیم، خدمتگار صاحب تخلص میکنن، مستوزوی خدمتگار صاحب. و ناگفته نمانه که آقای تاج محمد فعال که در اتریش زندگی میکنه. این دوستای هستن که در اروپا یعنی از ما قطعا محبت خاص نشان دادن، همیشه از لطفشان برخوردار بودیم و از اشعار شاعرایی که در سابق زندگی کردن یا در افغانستان زندگی میکنن فعلا از بابرزای صاحب خواندیم و فرض مثال از ملنگ جان خواندیم و تشکر کفایت میکنم. حافظ جان، در لابلای برنامه فقط یکان تلفن هم برای شما میگیریم که دوستا از هر کجای دنیا که زنگ زدن، ولی یک تلفن یا دو تلفن برتان میگیریم، بعد که پایتان رو نشر میکنیم. اجازه باشه یک تلفن هم بگیریم. بله فرمایید، شما ری خط هستین؟ بله بله بفرمایید. بله سلام، بیدون آهنگ معلی میخواستیم. خب من میگم حافظ جان کروانگر دوست از شما نشه آهنگ محلی را کردن که ما یک آهنگ محلی را اتفاقا از آهنگای مقبولی که شما ارسال کردین محلی هم گفته میشه که آهنگ زیبای لغمان است، درست؟ که ایران هم در ازار دفعه وقتی که خواندن نشد شد باز بعدن اگه دلتان بسرش کتا صحبت خواد کردیم. چشم، خب ببینیم کدام کلپ آقای شریفی روی دست دارن. بریبان لطف. خب در جستجوی آهنگ لغمان هستیم که اتم پغمان ده چمن گل یاد گزما سلام را لگل کابل یاد گزما
یاد پغمان ده چمن گل یاد گزما سلام را لگل کابل یاد گزما سلام را لگل کابل یاد گزما آهنگ ها ما ردیف کردیم ولی آهنگ لغمان هم حتما نشر میکنیم. خب چه فرق میکنه قبل از اینکه نشر شده شما در مورد این آهنگتان که خودتان هم بسیار دوست دارین و طرفدارای زیاد هم داره کم صحبت کنین؟ در دیر جالب خبره و اگه پخوانه البوم چی پا 2013 که اوته نو پا هر لکه چی تاسی خوالا پویگی پا هر البوم که یا سندره دو سندره پکی روزی یعنی در خلق دیر جلب توجه کهی پاگه اول البوم که دقیق ته پغمان سندره د دوستانو ډیره خوښه شو او دا نوې البوم چې اوس وتلې نو دغه البوم کې تقریبا ټول سندره د دوستانو خوښې په دغه د لغمان سندره ډیر زر نشر شو او په زرګونو دوستانو لیدلې. جالبه دا و چې پغمان اوس ورپسې لغمان شو او خیر نو دم تصادف له مخې داسې یو شی جوړ کړ د دوستانو ډیر خوښ شوی دی. هیله من یم چې موږ نن وشو کولی چې نشرې کړو. دا د دغه نوي البوم نه ده. دغه نوی البوم پلار نومیگی یا پدر نومیگی او دغه البوم یا وړوکې تحفه ده زما لخوانه زما خپل ګران پلار ده چې په ټول عمر کې که مې ورته هېڅ شی نه وي کړی هېڅ شی مې له لاسه ونه شو. دغه البوم زما د پلار لپاره که اوس تلویزیون ګوري دا زما د پلار لپاره ډالۍ ده او د زړه ریکو ورنه مننه کوم د ټولو زحماتو په مقابل کې چې زما او د ټول کورنۍ ته یې کړی کور ودان او دغه البوم یو وړوکې تحفه ده. تشکر. زنده باشید. بفرمایید شما روی خط هستین؟ بلی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید روی خط هستین؟ میخوایم که خطی مرا وصل کنی به یه آقای کروی بری بله میشنون آواز شما را کاروانگر صاحب حفیظ جان میشنون. بفرمایید. میگم آقای از آقای کاروانگر سوال داشتیم این موسیقی چیر از کانال های وستانی بسیار خاندار های خوب جالب ما تاریخ تر بدونیم ما همه افغان میشنویم اما تو کانال افغانستان پخش نمیشه چیره اینجا خواهد. درست. تشکر کاروانگر صاحب. نا حفیظ جان از شما سوال کردن که آهنگای شما از تلویزیون افغانستان کمتر پخش میشه، موافق هستین با این؟ والا مشکل دیگه بود که دمو چند سال اول کلیپایی که برشان زیادتر روان کردم زیاد نشر شد اما ما خودم ملامت خوردم هستم چون کارهای جدید ما کم بود و تا که برای تلویزیون ها میرسه و برای رادیو ها میرسه یک وقت خبر میگیره. مثلا میمانه از تلویزیون افغانستان از کارکنانشان از رادیو یک عالم تشکری میکنم که کارهای نیمه نیم و نیم کلا و کنده کنده ایمه که برشان رسیده با محبت خاص نشد کردن. من وعده میکنم که کارها بسیار زود برای همه تلویزیون ها میرسه و برای رادیو ها انشالله با بسیار زودی. بفرمایید شما روی خط هستین؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. بف سلام علیکم. خسته نباشید شما.
خب آهنگ که آهنگا هستن انتخاب شده آهنگا، ولی چون برنامه لایف نیست به خاطر مشکل است که آهنگ درخواستی شما خوانده شده برادر عزیز، بخشش باشه. ولی چون آهنگا قبلا ارسال شده برای ما، بخشش باشه. خب عفیف جان، باز هم یک کلیپ دیگه از شما را روی دست داریم در مورد صفحه شما. دوست هم سوال داشتن، در آخر برنامه باز یک بار دیگه به نشر میگذاریم صفحه اینترنتی آقای کروانگر. خب دارین آقای شریفی یک ویدیو؟ بله بفرمایین، شما روی خط هستین؟ بله بفرمایین. سلام علیکم سر. خبری کنم ایتالیا نه. و سب. بفرمایید سب. زمان خبری کنم ایتالیا نه. از هفته سال استاد تلویزیون کار کنم که تا دل لکم سلامون وایم. از تا سام سلامون وایم. کور ودان اورا زنده اوسی. اورا دا آواز دی ما اورا خا به سوال وکا خا. از سوال کنین شما آواز تان نشنوین. بفرمایید چی سوال داشتین از حفیظ جان؟ زو از حفیظ استاد یه سوال دارم. بله بله میشنوام، بفرمایید چی سوال دارین شما از حفیظ جان؟ شما قطع شدین، بفرمایید شما روی خط هستین؟ سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. یک این آهنگای فارسی خوب میخوام برای محلی. خب بسیار خوب، یک چند تلفن برتان میگیره. تلفن ها دیگه هر شکل است آقای کروانگر. بله بفرمایید شما روی خط هستین؟ هر چی که دلشان بود بله بفرمایید. خب یک آهنگ شما را نشر میکنیم، بعد دوستان روی خط میاریم. میرم کنر جان مسافر دل ما تنگ شده، ملک بیگانه با مزندان دی مزنگ شده. میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شده، میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده. باغ مرزا د قرغی ما آشنا یادارم، هم د عمر ز ولی شنخ مو خیشا دارم. بالا د چردی ایتر خانی انډی والا دارم، اس کله پشه ولنګار چ خاطر دارم. میرم د خانی خود گ پای فقیر لنګ شدت، میرم کابل جان د خارج دل ما تنگ شدت، میرم کنر جان اروپا دل ما تنگ شدت. یاد گل که استاد چی یک داستان نام کرد، یگارش جنگی رکتیش پایند هم یک جام کرد. یاد تسمولا استاد چی یک خاند نام کرد، گل و رحمیالا و هفت گلم چی سازام کرد. علی خود سازا کلی گد و دو جل ترنگ شدد، میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شدد، میرم لوگر جان ده سیدنی دل ما تنگ شدد.
یک وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جترگلی جم بازار بود زیارتو میلا دمر تلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا قیما دا جنگ شدست میرم لگمان جان اروپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم تنگ شدست سال نو از لغمان جان چکا زیبا شدست هر رقم میں او حاصلات اینجا پیدا شدست وقت غریبی زدو در او ده همه جا شدست گلون شکر کتی بادرنگم پر بها شدست چو خوب مردم آبو تلی دل مردم سنگ شدست میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شدست میرم لغمان جان کانادا دل ما تنگ شدست که لغمان جان بریم بیا دگه اشتی کنیم سنگ در جای خود سنگیم بیا اندی والی کنیم رنگ جنگ گم کنیم سم وطن داری کنیم گم جنگ تلوا شوان رسم اوانی کنیم مردم و لغمان دگه بطنگ از دست جنگ شدست میرم ننگر هار در خارج دل ما تنگ شدست میرم لغمان جان در اتریش دل ما تنگ شدست ملک بیگانه با مزندان دی مزنگ شدست میرم لغمان جان در خارج دل ما تنگ شدست میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدست اومان گونه که مرکز خدمات پرستاری آریانا همیشه در قسمت پرستاری، مراقبت و نوآوری در عرصه خدمات وقایوی و مراقبتی در مقام برتر قرار داشته است و بازتاب آن در جامعه آلمانی و شرقی نیز آشکار است، این بار به یاری پروردگار و به خاطر رفاه و رضایت هموطنان و همزبانان گرامی گام ابتکاری دیگر برداشته و گشایش نخستین خانه شبانه روزی را برای سالمندان و بیماران نوید می‌دهد. این مرکز با رعایت فرهنگ و آداب شرقی و آشپزخانه مطابق سلیقه و ذائقه شرقی آماده خدمت برای همزبانان خیش خواهد بود. اطمینان داریم که با یاری و همکاری همزبانان و پذیرایی همفرهنگیانتان در این مرکز احساس بیگانگی نخواهید کرد. ما همواره در کنار شماییم و یاور شما خواهیم بود. ریتا مشفق، وکیل موفق با اعتبار و متخصص امور فامیلی، از قبیل مسائل مراقبت والدین، حقوق مدنی اطفال و جوانان، تجمع اعضای فامیل، همچنان مسائل ترافیکی، حقوق مهاجرت و اخذ تابعیت، قوانین کار و اداره در خدمت شماست. شما می توانید با عقد قرار ملاقات قبلی ذریعه تلفن با خانم ریتا مشفق در تماس شوید. آدرس: مولنر لندشتراسه شماره 12 22111 هامبورگ. شماره تلفن 040 73 67 47. بیننده های عزیز، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا هستین. مهمان هنری برنامه ما هنرمند خوش‌آواز محبوب حفیظ جان کروانگر هستن.
حافظ جان واقعا آهنگ لغمان بسیار مقبول خواندین و با کلمات بسیار ساده پیام بسیار بزرگ دادین. وطن دوستی و داشتن وطن راستی یک چیز بسیار مهم است. انسان که وطن داشت همه چیز داره. و یک بیننده عزیزم قبل از اینکه شما تبصره کنین روی خط داریم که زیاد روی خط ماندن و امی آهنگ لغمان جان انارام بسیار خوششان آمده. برادر عزیز شما صحبت کنین، بفرمایید. سلام علیکم. اول خوب من سلام خدا حضور شما تقدیم میکنم با پروگرام بی نهایت خوب شما. تشکر، زنده باشین. سلام دوم خدا بر جوان زیبا حفیظ کروانگر صاحب تقدیم میکنم. همه خواندنش زیبا هست ولی پرسان مدعی است که آهنگ لغمان جان را از دل جان خوانده است. بله. علتش چی است؟ و در ضمن نظیم میفهم که خواندن کلی خواندنه زیباست و لغمان جانش زیباتر از شاعر زیکی است و چرا این از دل جان خوانده؟ فقط همی پرسانه من از دل کلوانگر است. شما را به خداوند پاک میسپارم. حفیظ جان چنیدین سوال ما دوست ما را؟ ما متوجه شدم. آه بله. ازدمند ارور اول خوستانه دیر دسلو که منه نکم چه دوم را اریان صاحب امو ایلی اپلین که ماتلی تسو چه در لغمان جان سندره خلاصی شیره پا ایلان خلاصی یو الان منه نه رزو دا اصلی پختنی تم اریان صاحب عزیز قسمه که برای کل ما و شما مال دل ما و شما دا ای غربت و دا ای از وطن دوری و دا ای مشکلات دل کلگی بتنگ شده. من خواستم که در آلبوم بعدی یا آلبوم جدید ما که میبره یک چیز خاص دو باشه، یک چیز خاص به این معنا که یک پیام خاص داشته باشه، یک از دیگه آهنگای ما یک فرق داشته باشه. فرق اصلیش که از نظر به آهنگای گذشته می که میخواستم که در یک لحجی خاص لغمانی اجرا شه و در اون لحجی که همونطور دری تاب در میگیر لغمان هست سمسی استکی و نیستکی و کلی که پاده جایش باشه. او را اول خواستم که با مون لحجی لغمان باشه و دوم پیام داشته باشه. با کتی آقای سمیودین افغانی در تماس شدم که همیشه از محبت شد برخوردار هستم. گفتم برش که نبتک شیر کار دارم که این چیزا دهش باشه، لطف کرد با اجازه خودش در بعضی جای کاش نیمونیم کلا دل سدم پس ازش برش روان کردم. شعر تکمیل ساخت با بزرگواری خود برم پس روانش کرد و من کوشش کردم که موسیقی خوب برش درست کنم یک کمک و میستایل مشرقی ما برابر باشه دیگه. بله. هدف نمی بود که دل ما شما تنگ است، از وطن دور هستیم، مشکلات داریم و امیدوار هستم که یک لحظه دوستای ما را لبخند سر زبانش آورده باشه، سر لباشان آورده باشه و یک پیام دوستی و محبت و وطنداری و کمی رنگ جنگ دیگر گم شود. یقینا. بفرمایید شما را خط هستیم. بله بفرمایید. بله بفرمایید شما را خط هستیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. شما الان بله بفرمایید صحبت کنین. شما قطع شدین دوست عزیز. دوباره میتونین تماس بگیرین، تلفن شما خطا شده. برمانه داره اگر میخواین آهنگ بعدی رو برشتر. بله یک تلفن بفرمایین شما رو خط هستین. بله بفرمایین. بله السلام علیکم. السلام علیکم سید. سلام به شما آریان سید و به مهمان محترم شما. تشکر باشم. و به تمام کارگزاران برنامه. یوسف آبیدی از کس آلمان شما رو زحمت میدیم. آبیدی سید بفرمایین. سلام علیکم. سلام علیکم سید. علیکم سلام جان. بله بخنه غوړم مازم د بخنه کولو شې چې ډیر خوشاله شو چې تمه تلویزیون بلار نه وکړه او ستا پاورې دې خو سندره باندې موږ ډیر زیات خوشاله شو. فقط یو خواهش میدم چې تاسو په شخصي محفل کوم ګډون کوئ او کنه. تشکر. فهمیدین سوال شون حفیظ جان؟ سفره درست نشیندم سر. گفت شما په در محفل شخصی هم اشتراک میکنین یا خیر؟ در محفل شخصی. محفل کل افغان ها کل شخصی و غیر شخصی شد نمیفهم. خب منظور شد محفل عروسی و اینا باشه. بله شاید منظور شد محفل عروسی باشه. والا اگر آس پرسان کنید از این محفل های عروسی تا حال کوشش کردیم که نرم. دلایل خاصی برش وجود داره تا هنوز با وجود از که دوستا زیاد خواهش کردن نرفتیم. خب بسیار خب سرس کنسرت ها داشتیم. تشکر. ما یک کلپ شما رو هم روی دست داریم برای از اینکه به نشر کلپای شما هم برسیم، بعد سایر تلفن ها رو هم پاسخ میگیم. لطفا.
آگهی در مورد انتخابات 25 می در هامبورگ. دانشجو لیزا کامشو از طرف اسپیدی در انتخابات بسرخامت هامبورگ میته کاندید می باشد. اسم لیزا کامشو در لست اسپیدی صفحه اول در شماره 27 قرار دارد. با آگاهی آن عده شهروندان افغانستانی، ایرانی، ترکی و کردی ای که پاس آلمانی در دست داشته و سن 16 سالگی را تکمیل کرده باشد و مقیم بسرسم هامبورگ مت باشد، رسانیده می شود که اگر می خواهید یک همزبان و نماینده خود شما در رهبری سیاسی حضور عملی داشته باشد، در انتخابات روز یکشنبه تاریخ 25 می اشتراک کنید و نماینده خودتان لیزا کامشو را با دادن 5 رای انتخاب نمایید. به سرکسمت هامبورگ میته شامل شهرک های زیل، مومنس منسبرگ، بیلشتید، هورن، بلبروک، هام، روتنبورگز اورت، بورگفلد، هامبروک، سنت گیورگ، آلتشتات، نویشتات، هافن سیتی، سنت پاولی، کلاین گراسبروک، فتل، ویلهمسبورگ، اشتاینورده، والترسهوف، فینکنورده می باشد. تشکر. بیننده های عزیز، یک بار دیگر تأکید میکنیم، البته تأکید دوستانه هست، که هموطنهای مهاجر ما، اونایی که تابعیت آلمانی دارن، در انتخابات در شهر هامبورگ در انتخابات 25 ماه می شرکت کنن و خصوصا دوشیزه جوان خانم لیزا کامشوره که با آرمان خدمت با افغانها کمر بسته یاری کنن و به شماره 27 که شماره ایشان هستن رای برش بدن. برای دوشیزه لیزا کامشو موفقیت آرزو میکنیم. و مهمان هنری خود دوباره روی خط داریم، آقای حفیظ کروانگر. حفیظ جان، ما چند دقیقه دیگه هم داریم، دوستای فراوان زنگ زدن، ولی دوستای پرسیدن که چگونه میتونن با شما تماس قائم کنن، چگونه شما را به اصطلاح میتونن پیدا کنن. بیرو زدمندو بطمانو هیوادوالو، داشه تر هغه وخت چې زما ویډیوګانې او کلیپونه تلویزیونو ته رسیږي او رادیوګانو ته رسیږي، هغه وخت پورې کولی شئ دغه نوی موسیقي، نوی البوم د فیسبوک له لارې نه زما په نوم د حفیظ کروانگر په نوم زما خپله فیسبوک ده، بیا د یوټیوب له لارې نه چې هلته په حساب حفیظ کروانگر 2014 ولیکئ په یوټیوب کې هم شته دي. نو زما په خپله ویبسایت کې www.hafizkarwangar.com نو ټول سندری، اودیو سندری او ویډیو سندری پکې شته دي.
بس بدغه تاریخ کول شو چې په تماس کې اوس. بسیار عالی. و امید دقایق هم شما میبینین که وبسایت شما نشر میشه و از طریق این وبسایت آشنایی بیشتره با آقای کروانگر میتونین پیدا کنین با زندگی هنریش، با دوستای هنریش، با سفرهای هنریش و یک دفعه بسیار مقبول دارن. بفرمایید. چیزی میخواستم در این بخش یادواری کنم، بسیاری دوستا پرسان میکنن چه قسم عزیزای ما، هموطنان نازنین من، هر وقتی که شما خواسته باشین در هر کشور دنیا شما برنامه گذاری کنین، رهبری کنین کار، از شما گفتن و از ما به سر دویدن انشالله با هم میبینیم. هر وقتی که دلتان باشه من خود براتان میرسانم با گروه هنری خود. بسیار عالی. خب بگذارین یک تلفن هم بگیرم. بفرمایید روی خط هستین. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. علیکم. یه دونه آهنگ جاوید شریف رو نشر میکنین و ایران تماس میگیریم. جاوید شریف که دعوت کردیم به برنامه باز بخیر نشر میکنیم. خب جاسف شریفی شما یک کلپ دیگه شما را هم روی دست داریم که وقت هم کم است. خب آقای کروانگر از شما جهان سپاس. آهنگای بسیار مقبولی را واقعا ارسال داشته بودن. برای شما موفقیت بیشتر آرزو میکنم. طرفدارای آواز شما نهایت زیاد است و بسیار تلفن داشتیم، ولی برای دوستای عزیز میگم که این برنامه زیبای آقای حفیظ کروانگر در صفحه یوتیوب زیر نام پنجره اروپا هم میتونن ببینن. بسیار زیاد تشکر آقای کروانگر. استاشون هم دیره مننه نازولو هیوادوالو پلوی الله مسپارم. تشکر بینیدهای عزیز. از توجه شما جهان سپاس. شما را به خداوند مهربان مسپاریم. خداوند یار مهربان.